همه از خدا میخواهند بدهد و اما ما از خداوند بزرگ ما بزرگوار بگیرد از ما و شما غم و غصه ها رو لحظه لحظه ما و شما قرین به خوشی ها باشه هفته تا نیکو با داشتن تان خوش باشه عرض سلام و روز بخیر دارم حضور تک تک شما خوبان که همه گنون برنامه زندگی را با گونه زنده و مستقیم بیننده هستین و اینجا مهمان دارم مهمان امروز هم جناب جناب الله کیغام رئیس دفتر اداره نرم و استندرد که اینجا قدم رنجه کردن و در طول برنامه پیرامون و کارها و فعالیت‌های خودشان مشنایم و همچنان یک قسمت از برنامه را اختصاص دادیم به اداره نورم و استندرد که چه کارهایی را این اداره انجام می‌دهد. در کل همراهی شما سروران گرامی را با برنامه خودتان خواهانم نیم شما هم بخیر باشه جناب کیخان بخیر باشین سلام بر شما و همکارانتان برای بینندگان تلویزیون محترم شما ممنونتان سمت جدید را برای شما مبارک با درس میکنم ولی ما گل نداریم که تقدیم شما کنیم لطف میکنیم بسیار زیاد تشکر خواهش میکنم در پناه خدا باشین جناب کیغان مدت زمان کوتاه هست که شما آمدین به اداره نورم استندرد خوب است از خود اداره نورم استندرد آغاز کنیم که چی کارهای از جمله مسئولیت های ای داره است با سلام باز مجددا میخوایم در رابطه با اداره نور مستندر چون اداره نور مستندر یک اداره جوان است تا حال کارهای بسیار موثر و مفید را در جامعه از خود انجام داده چون تقریبا در حدود ده سال میشه که این اداره تازه تشکیل شده چون اگر قرار باشه که سایه کار اداره نور مستندر با وجه چکلش با وجه ما پیش ببریم از تمام ادارات که اداره استندرد مهم و حیاتی در مسائل زندگی انسان ها حساب میشه بنابراین چون استاندارد است و همه چیز ما باید استاندارد باشه اگر قرار باشه که در افغانستان تمام مسائل از مسائل زندگی گرفته مسائل اجتماعی گرفته مسائل خوراک پوشاک و زندگی از زиندگی ابتدای گиرиفتا تا زиندگи انتهای تمоم مسایиلиش در بаر میگиره ب مسئولیتهاиش به иدارهи نورم ستندرد چون همه چиز ما حتی میشینیم میخیزیم نان میخوریم غذا میخوریم و چیزی برای خود استفاده میکنیم کلش بر مبنای استاندارد است اگر ما تمام مسائل و پدیده ضروری جامعه را مطابق استاندارد ایار بسازیم به این معنی که در جامعه هیچ مشکل پیش نمی از لحاظ آب و هوا محیط زیست سایه جغرافیا زندگی مردم مگیش حتی васоиле ки истифода мекунیм масалا ародаҷот клиш бояд бар асос هмو стандардҳое ки афғонистон зарوрат дора و афғонистон ниёз ба و дора муطобиқ аз و хаёр бисозیм ба и натیجа мерасیм ки афғонистон ҳеч وақт ба и мушкилоти ки феълا фаророимост мавоҷه нахоад чун стандард ҳама чиз бар мабнои стандард аст агар қарор боша г شاهد کشورهای غربی هستیم شاهد کشورهای آسیایی هستیم که تمام زندگیشان بر اساس استاندارد است هر چیزی که وارد افغانستان میشه ما باید مطابق استاندارد بررسی کنیم ارزیابی کنیم نظارت کنیم تا هیچ چیزی که غیر استاندارد است و بیکیفیت است و حتی اقلام و موادی که در افغانستان وارد میشه خصوصا تجارایی که وارد میکنه اینا باید بر اساس هم استاندارد که ضرورت جامعه افغانستان است مطابق او عیار شوه مطابق او تطبیق شوه داخل افغانستان شوه بعد از او هیچ یک شهروند ما از مشکلاتی که در جامعه مشکلاتی که در روز در زندگی روزمره ایش که اتفاق میفته نمیفته مطمئن میشه که امی استاندارد افغانستان استاندارد است مطابق قزو هر چیزی خود به میل خود استفاده میکنه با این عنوان مثال هر اقلام هر موادی که از افغانستان در افغانستان خارج میشه وارد میشه علامت استاندارد ما داشته باشیم هیچ کس ناامید نمیشه هر اون چیزی که وارد افغانستان میشه او 100 با کیفیت بوده میتونه و هر کس با مایل خود هم غذا را چیزی که در افغانستان وارد میشه و مردم از او استفاده میکنه بسیار با مو ضرورت که هست مطابق از میتونه که برای حال داره جوان استاندارد واقعا چقدر استاندارد شده و این مسائل را مد نظر گرفته بدون شک چون اداره جوان است دمی تقریبا دو سال اخیر یک تغییر بسیار کلانی آمد در او تغییر بسیار تحولات ایجاد شد تغییر که رئیس عمومیش تازه شد که یک جوان بود و در زمان از جمله جوانایی بودم که در دا داره خوشبختانه صاحب وظیفه شدم و همسالم ده ها صدها جوانی که واقعا چون اداره استاندارد اداره جوان بود و اداره تازه بود باید بر از جوانایی که با اندیشه نه با فکر نه، با ابتکارات و خلاقیت جدیدی که بر افغانستان نیاز باشه شده ما ظرفیت های در ما کل کادر جوانان است دقیقا در حال پیشرفت است ما ظرفیت سازی های خود ها در تمام سوتو انجام داده را استیم ما می که استاندارد جوان با فعالیت جوانان بتونه که در افغانستان استاندارد ملی و برای همگان یک, یک نوید خوش باشه مثلا 10 سال پیش 10 پن... سال پیش یا 6 7 سال پیش از استاندارد که در افغانستان اداره استاندارد بود هیچ کسی اطلاع نداشت ما بعد از اینکه یعنی اداره استاندارد بود ولی مردم نمیدونستان پیرامون یک چنین اداره وجود داره و فعالیت هایش چی ما کارا را انعکاس داریم ما خصوصا اداره نور استاندارد دستاوردهای بسیار بزرگ تاریخی داره در دا این راستا اولین بار است که قانون استاندارد ساختیم و اولین بار بود که ما عضو شورای عالی اقتصادی شدیم که ما بدانیم که تمام مسائلی که در افغانستان مورد بحث قرار میگیره باید از از مجرای استاندارد عبور کنه که دیگه ها متوجه شود که استاندارد واقعا بر همه موضوعات زندگی انسان ها تاثیر بسزایی داره بنابراین عضو کابینه شدیم عضو سازمان جهانی استاندارد را هم سارسو آیسو با تمام عضویت هایش به آوردیم به آوردن عضویت ها چه پس منظر داشت فوایدش چی بود دقیقا ما زمانی که در هر سازمانی که بر ما ارتباط میگیره و ما ملحق میشیم بر از او چون سازمان های بین المللی در مجموع در هر بخش در جهان سازمان های بین المللی تحت اداره سازمان ملل متحد وجود داره در هر بخش ما هم در سازمان های بین المللی داریم ما در تمام بخش ها تاثیرات بسیار مثبت داریم از اداره ما میتونن که در افغانستان هر چیز را که برای استاندارد سازی برای گرفتن سرتیفیکیت به این مسائل میتونه که از اداره بدون اداره ما هیچ ارگانی نمیتونه که تصدیق نامه بده تثبیت کیفیت کنه این مواد و هر آن چیزی خب شما که شما تاثیر مثبت داشتین او طرف هم تاثیر مثبت خود را گذاشت بعد از ملحق شدن شما بدون شد، ما در کنفرانس ها این بلی اشتراک میکنیم ما در بورس های کوتاه مدت و دراز مدت اشتراک میکنیم ما در ورکشاپ ها اشتراک میکنیم و اونجا رفته از تجارب او سازمان ها ما بسیار می آموزیم و میایم داخل اداره خود اورد. عملی میسازیم برای کسایی که متخصین است بر از ورکشاپ ایجاد می کنیم مشوره های نیکی که در قسمت بیبود اداره بسیار استفاده میکنیم کنیم تبیز که او سازمان ها سر بخاطر سندر شدن و استانداردایزیشن کار میکنه چون ما هم عضو شده بر فعالیت های خود بسیار بر فعالیت های ما بسیار موثر تمام میشه خصوصا سمی... شما بسیار خوب توضیح صحب... دادین که اداره نورما ما استاندارد وظایفش یعنی چی است نشاست و پرخواست و ما گرفته تا غذای ما دخلی. هوای ما همه و همه بالاخره مربوط میشه به این اداره حالا اگر از هوا و آلودگی هوا صحبت کنیم از غذایی که ما استفاده میکنیم صحبت کنیم و همه و همه متاسفانه ما هنوز به نورو استاندارد دست نیافتیم دقیقا بسیار سوال مهم است ما در قسمت چون اداره ما پیشتر بر تان ارز کردیم اداره جوان است ما صرف اجازه خود از ریاست جمهوری از کسایی که تر اداره هستند که میخوان در هر اداره برنامه و کما مطابق چارچب و مو ترح و قوانین پیش میریم چون در اداره نرم استندرد تنها صلاحیت انتقال گاز مواد نفتی فقط ما صلاحیت همه قرار داریم صلاحیت مواد غذایی را نداریم صلاحیت مواد ساختمانی را نداریم و سایر ضروریاتی که بیشتر شما می‌گید تا مسئولیت تعیین کیفیت برای شما داده نشده از حکومت چون تا هنوز ما در مجموع اما کارهایی که ضرورت است و کارهایی که نیاز جامعه است که اونها را به صورت عموم بدست بیاریم متاسفانه از ما فقط در دو مورد میتونیم که تمام چیزهایی که در دو مورد است ما استاندارد کنیم لابراتور کنیم تست کنیم تست کیفیت کنیم, کنیم. مطابق از میتونیم فقط مواد نفت است و گاز است اونم تمام مواد نفت و که گاز بشتر که وارد انتقادی بس نشه گاز و مواد نفت و ما هم کیفیت نداره بپذیریم دیگه دقیقا، منتها یک مسئله دیگه است خب افغانستان گذشته از که در این مسائل هنوز نرسته بسیار مشکلات های دیگه داره شما ببینین ولایت ولا هایی که امرز با کشور است اکثریت مواد نفتی که می مثلا گاز می اکثریتش از آدرس مافیا می باز ما او توان او را نداریم که اونا را بریم در بندر پرسونل ما ای توانایی ارگان ها و نهاد های همکار با شما چی؟ با اونا یک بار نه دو بار نه ده ها بار موضوع را مطرح کردیم چون اون می فهمید بنادر اما کسایی که در اونجا قدرت دارن صلاحیت دارن اما تا استفاده نمی کنن. باز برای مامورین عادی ما آو که اونا تست کیفیت میکنن برای از اونا فرصت ایجاد نمیکنن که نه که تمام موادی که وارد افغانستان می خصوصا نفت و گاز اونا تست کنن خب ما دوام میکنیم که خداوند برای شما و تمام همکارانتان قوت بیشتر بته تا اداره نرم و استاندارد که اداره جوان است واقعا استاندارد شوه پیرامون پرامون خود شما که اصل بحث ما در برنامه است جناب کیغام انگیزی که شما آمدین به این اداره و وظیفه گرفتین چه بود هدف کلیتان خب جالب است که هر جوان افغانستانی در زندگی خود یک آرزو داره گذشته از اینکه اگر کنیم و مقایسه کنیم با سایر کشورها هر کس ه هر جوان افغانستانی سوال ه می بپرسین که تو بر وطن چه میکونی بزرگترین ارزوی چ هست مگه خدمت میکуنم و جالب ایش که اگر شما بر ترکیه براین مگه بزرگترین ارزوی چیس اول مگه تحصیل کуنم دهم وظیفه بیگیرم سهم خانم ازدواج کنم چهارم من موتر بگیرم از او بالاتر فکرم نمیکنه چون بر از او تمام زندگی که اداره هم حکومتش اما ترکیه زمینه را فراهم ساخته زندگی مرفع و آرام آسایش داره هیچگاه در قسمت که بر جامعه بر مردم خدمت میکنه این فکر در زیرش نمیده یعنی دغدغه از این ناحیه نداره نداره اما بدبختانه بدبختانه بگم خوشبختانه بگم از دو ساله یک طفلم بپرسین میگه چی میشی دکتر میشیم در وطن خدمت می ولی هم آرزوی ما است که ما میخواهیم به یک جوان تحصیل که که با این همه آرزوهایی که تمام جوانان افغانستان دارن ولی افغانستان جور نمیشه جور نمیشه بسیار جالب است همیشه ما عکس آن رو تجربه میکنیم و بزرگترین آرزوی ما است خود یک اداره جوان آمدیم. خودم هم جوان هستیم فکر جوان داریم میخواهیم که اداره را به مو وجه حسنی که وسایر کشورهایی که دارای استاندارد است با او پیمانه خود ایار بسازیم جالبی است که اداره ما بسیار یک اداره کوچک است تمام پرسنل 300 نفر نمی شما در ترکیه فقط در بخش سرتفیکیت که سرتیفیکیت میده خدا دروگو نکنه ده هزار پرسنل داره فقط بر توضیح سرتفیکیت متاسفانه مشکلات هست در افغانستان مشکلات و دامنگیر بله با این همه مشکلات خب هر کدام ما شما تعهد کردیم بله. خدمت میکنیم پس باید خدمت کنیم اگر هم تشکیلات خورد باشه از کدام رشته فارغ شدین شما بکای ما از در سال 2006 فاکلتی حقوق پانتون کابل خواندم از رشته اداره و دیپلماسی با یک مدت وظیفه گرفتم در پارلمان در یک مؤسسه بین المللی وظیفه گرفتم بعد از او بسیار یک خاطره بود برام که میخوایم من خاطره قصه کنم خب در افغانستان زوابط همیشه روابط بالای زوابط همیشه حاکم است بدون از اون نمیتون برادر بزرگ شخص هر چقدر اگر ظرفیت توانایی و استعداد هم تجربه هم داشته باشین شما جایگاه خوبی را برای جامعه پیدا کرده نمیتونی هم یک چیز به مبنای وسیله شده یک روز بود که ما از وظیف از فاکولته فارغ شدم میخواستم که یک وظیفه بگیرم یک وظیفه از طریق اینترنت سایت اعلام شده بود فرم گرفتم خودم واجد شرایط بودم رفتم به اون اداره با یک با یک از وکیل صاحب وزیر 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 گفتم که ما با واجد شرایط هستم شما هم رابطه را برده بود جالب قصه هم اینجاست وکیل بود کاش اگر میشد متاسفانه نشد باز من متاثر شدم اما انگیزه شد برای من که من باید باید خودم بسازم یه ای انگیزه ای این بود که من بسیار منتظر رفتم برای پیش وزیر صاحب گفتم خب ما از فاکلته حقوق فارغ شدیم تجربه کاری دارم این سند تحصیلیم هست ما زحمت کشیدیم بر ما وزیر صاحب گفت بسیار جالب برای ما گفت گفت تو اگر سی سال تجربه کاری داشته باشی و سی سال نبود از ما احتمالا یک سال بود خلال تحصیلی وظیفه داشتم گفت سی سال اول فارغ شده بودم داشتادن گفت باز برام گفت انگلیسی را تسلط کامل داری اگه میتونی که نمی دو واریانت از اودش برامده میتونی میتونی در این وظیفه بیایی از طریق رقابت آزاد در غیر از اون ما نداریم چون وکیل صاحب ما واسطه بردم در حقیقت خب فضا دیدم هیچ ممکن نیستی تو یک مسئله باز ناگذیر شدم تاهد به با خود بستم و گفتم من باید در قدم نخوز در افغانستان لیاقت استعداد معنای نداشته من باید انگلیسی را یاد بگیرم و این متاسف شدن باز... خیلی خوب بود که شما دقیقا. با خود تعهد دقیقا. دقیقا. کردین که کمر خود بسته کردم با توانایی خودتان باید دقیقا. باور داشته باشه نه به وکیل و اینا بدون شک باز رفتم هندستان مستری خود یکی از بزرگترین پانتونای هندوستان و هم پانتون دولتی بود از اونجا بدست آوردم و او هم از اداره مستری خود را مستری خود از اونجا گرفتم از این سال از پانتون پا پونه پا ما او که درس می خواندم اونجا فقط مستری و دکترا در تدریس میشد لیسانس هم تدریس نمی شود. و روزانه 500 سات هفته هفت روز ما درس می خواندم کدام جلسه که با او وزیر مقابل نشدین این حال یک بار مقابل شدیم فرصت نشد و ای آرزو را داریم که مستقیما در روی شیسا چون بگم که اما تو به از, از این که ما جوان ها را حمایت کنین تشویق کنین ما تجربه کاری را بعد از اینکه به دنیا بیاییم امرای خود خواهرده نمیتونیم خوش ما برای ما فرصت ها را مساعد کنیم از ما مادر خود هم تجربه که ما, ما تجربه پیدا کنیم بله بله. خب با می گپش شد دیگه ما گفتیم خیلی یک روز میرسه که باز ما خاطره تلخ ولی باز نتایج شیرین داشت دقیقا بود. دقیقاً خب زندگی همیشه در تعهول بوده خصوصا از ما همیشه با مو کنوش و واکنش ها مواجه بوده این زندگی طبعا با خاطره بوده از ما همیشه زمان طفولیتتون چگونه سفری شد زمان طفولیت ما کسی بودیم که در نهایتش از ما کده شوخ شد هیچ کس نباشه نجد. نبوده مو زمان ما سزده شت پنج به دنیا آمدیم ده کابل اما دوران طفولیتو نوجوانی ره د فاریاب زиندگی کردیم چون جالبای ست که زمانی که مرا مادرم به دنیا میاورده دمی کابل د می زاعشگاه باز یک کس آمده او مره برده و داخиل حوف فکر کنم از لحاظ طبی چه قسم از اونجا من اونجا پاک میشیدم و چی میشیدم باز اک... همون دادن یک بسته کرده بوده والدین متاسفانه زمان فارسی را زیاد یاد نداشته زبان مادری ما ازبیک است بازو را بسته کرده پس آورده یک را سعی کرده که دست, دست, دست اخیرش بوده گفت ای بچیم نیست یک دختر آورده باز مرا گفت گفت حصل بچه بچی را بیا جالب بود که باز مرا آوردن و باز گفتن که همیس بچیم با یک باز... دختر تبدیل شده بوده. بله باز زمانی که من سن 6 ساله و 7 ساله مارد... خدا خدا دانا تعالی داشتین باز هر روز مرا برادرای مازار میداد میگفت تو از ما نیستی من گفتم بود و سبب میشد انگیزه میگرفتم من گفتم من چرا از همین خانواده از باز برادرای خود با خود مقایسه میکردم نه هم ایش... <تصفح> از همین جاست بود از بچه با چه لحاظ چهره ظاهری مقایسه میکردم که ام چهره است باز هیچ حتی از لحاظ خونی هم خود چک میکردم میگفتم من مشکل ندارم خب بسیار مرا آزار میدادن جالب بود که از همون سبب شد اما انگیزه شد که من شوخ شدم ما از سن فاول تا سن فهشت به دا مدرسه دار فاریاب درس خواندم اونجا اول نمره بودم در کنار از اینکه اول نمره بودم بی نهایت شوخ بودم استادای ما که ما مسائل دینی را می قاندیم. از چشم حاجز بودن خب آنچنانی که یک جوان شوخ بود او ما بودم دیگه اگر در شهر میمنه مр مرا... ҳمаگی میشناسн کи مр د دش... شوخی مه و شوخ د کنار سرشار و درسم میخان متفان مаسئولیتها زیاد شده نمیتانیм همو شوخиارا оرزو میکуنیم کи بایд برسیм متعاسиفانه نمیج... نمیرسه آرام شدی این اون رقم آرزو دارم که با شوخ باشیم نمیرسم چون جنجال هاست، مسروفیت هاست، مسئولیت هاست شاید هم یکی از دغدغه های شمایی باشه که شخ شوید اون وزیر به جزا فرست شک چون امو, امو وزیت ها ما است که ما در یک محیط بزرگ شدیم همیشه متاثر بودیم همیشه ما بنای خوش اینا توسط بزرگای ما ناخواسته تهدید می شدیم تنبیه می شدیم چون امو محیطی که بزرگ شدیم امو کلانایی که ما را مثلا در جامعه به صورت درست آگاهانه یعنی عدقل روان شناسی را جامعه شناسی را می فامیدن درک می کردن هیچ ما با اقده به دنیا بزرگ نمیشیدیم یعنی در کل سطح دانششان پایین بود دقیقا ما مکتب می رفتیم ملا با... می رفتیم همیشه بله با خشونت برخورد, با خشونت برخورد, با خشونت برخورد خشونت می شود. چرا؟ ол احсос مекунем ки мتاассиفонه унهо дар ақа аму замон ба му зарфият нарасд ба му огоҳӣ нарасидه будан чун афغонистон даргирдору بадبахти جанг буд мо мутавалидину جангу инқилобу тӯпу рокту тпанг будем амو о муتاсир мешм кош اگر چی ما در خانه روشن خانواده روشن فکر که چون آقایم روشن فکر به دنیا آمدیم آقایم همو زمان که کابل بودم و به دنیا اومدیم بازو طرف رفتیم در وزارت دفاع ماموریت داشت بعد از یک فاریاب آمدیم تمام اعضای خانواده تحصیل کردن همه ایشون یک جامعه روشن داریم اما با وصف تمام خوبیهایی که یک زندگی انسان جو و جو جامعه مشکل داشت دا در محیط با جنجال و با مو وضعیتا مواجه می شدیم و بعد از اینکه مکتب رفتم از صنف 8 تا صنف 12 دوم نمره سیوم نمره همیشه دمی لیوالا بودیم از که شوخ بودم دوم نمره می شدم اگر شوخ نمی بودم مرا مطمئنه نوال نمره می شدم نمی بودین نگاه آقا که خام دیگه چون شوخی می کردی شوخی شوخ همین انسان که بسیار شوخ است و مزاج شوخی دارن باز و بازکاوات بسیار بسیار و, و در ذهن بسیار آگاه می باشند اما مسائل با تمام جزیاتش حس می کنند درک می کنند حتی درد جامعه را درد محیط درد مکتب و سایه آدمی که با تمام وجود حس می کنند که وای ما در کدام محیط در کدام مرحله در کدام موقعیت قرار داریم ما باز پانتون آمدم باز پانتونم، هم باوست با که شوخ بودم باز نمی توانستم همی شوخی ها را تجربه کنم چون اینجا آمدم به روزگار بسیار که در مبارزه تا فرسا نیاز بود میکردم ما از یک محیط آمدیم که اونجا بسیار درد بود اونجا بسیار نگرانی بود اون اونجا بسیار محرومیت ها بود بسیار بدبختی بود روشنی که اون چنانی که بر ضرورت زندگی ما می بود متاسفانه نبود شاید هم اون محیط همیشه شما را در و رنج میداد دقیقاً با آنکه آمده بودین به یک محیط دیگه و نسبتاً آرام بود کاملا متفاوت مشکلات شما کم شده بود یک تعداد دوستان به برنامه زندگی پیوستن. عزیزان برنامه جناب عزت قیغام کیغام رئیس دفتر داره نرم استاندارد مهمان امروز و ما اینجا بخش اول برنامه اختصاص یافته بود به خود اداره نرم استاندارد اینکه چه مسئولیت های متوجه شان است و بخش دوم پیرامون خودشان کارکرت ها و فعالیت ها و خاطراتشان نمیدانم چرا زبانم بند میشه به هر حال شارزو میکنم که آجی که صحبت میکنم شما بفایم نمیدارم چی مشکل است برنامه شما برای طویل مدت چیز آقای که خب پیشتر گفتم هر جوانی که در افغانستان متولد میشه بسیار با ارزای بزرگ متولد میشه ما از جمله کسایی هستم که در دور از طفولیت تا حال را زیاد زندگی را با چالش تجربه کردیم غم، هندو، شکایت، مبارزه، تلاش، پیکار همه و همه پی هم بوده و هیچگاه یک روزی نشده که ما آرام باشم سکوت را اختیار کنم که ما بگویم که افغانستان دیگه مربوط من نمیشه مربوط خب زندگی افغانستان... همین دیگه باید تلاش داشته باشه دقیقاً باوس به همه انسان های دیگه هم که در محیط معلوم زندگی میکنه او ذهنی که ما دارم شاید اونا نداشته باشن اما او ذهنی او که اونا دارن من ندارم این آرزوی بزرگ ما که ما میخوایم که در افغانستان همیشه کاری کنیم که افغانستان نیاز داره مردم افغانستان ضرورت داره مردم افغانستان تشنه خدمت است تشنه یک زندگی آرام آسوده مرفه طبعا با آسایش است متاسفانه زمینه را هیچ یک زиمامداران ما آنچنانی که ضаرورت بوده فراهаم نساخته بиبینی شуما иمروز در افغانستان چقه بدبахتی وجود داره هر پدیده را میبینی در افغانستان اگر برین بر از او مراجعه کуنین او مملو از درد است او ملو از شиکایت است او مملو از نابаسامانی است ای جایی را شما پیدا نمیکنید، در او آرامش باشه آسایش باشه لطف باشه میربانی باشه ما متاسفانه تحت تاثیر تیوری توته تا تا قرار گرفتیم هیچگاه همپذیری همدیگر پذیری یک زندگی که در او مسالمت آمیزی سمیمیت دوستی اتحاد اتفاق و یک بارچگی بوده باشه ولی بر ما جوانان از جناب که همه را باید در زندگی خود بیاریم البته البته ورزوی ایمان شوم درقبال خود ما او همچنان نسل آینده مسؤلیت بسابزرګه داره اگر صحبت ها را جمع کنیم و در حد یک دو جمله پیام شما داشته باشیم او آر... آر... آ... بازم علاوه میکنم بزرگترین نوروزی هر فرد در جامعه خصوصا جامعه افغانستان که نیاز مبرم است هر اون چیزی که د توان هر انسان ا باید انجام داد و من بزرگترین ارزوییم است که به ای وطن به ینوان خادم نه حاکم به иنوان خدمаتکار نه بادار یعنی به با ینوان یک کسی که همیشه د ای جامعه د ای ملت د ای مردم صادиقانه خدمت کуنیم صادиقانه تلاش کуنیم تو افغانستانه از ی گودال بدبаختی از ی ال که با تمام وضعیت های نهانجار است رهایی بتیم ما برای یک افغانستان سربلند با رفا توام با میخوایم. میخواییم انشالله آمدوار هستیم چون جوانان ما متحد هستند با آنچه که میگوین سلامت باشین از این که دعوت ما را لبای گفته و اینجا تشریف آردیم و یک دنیا سپاس از حضور همراهی گرمتان مثل همیشه همراه بودین و خیر و سلامت باشین. رسیدیم به با پایان برنامه حاضر. بهترین ها را براتان تمنا دارم. تا دیدار بعد خدا نگهدارم.